بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات یدی بفرمید اللهم صل علی محمد وعجل فرجه. عرض ادب به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء وعجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله تعالی رؤیته و شهادت بین یده ای صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل و عجل فرجه. محضر عزیزان عرض میکردیم که جریان سقیفه پتک بسیار محکمی بر فرق معارف الهی زد، اذهان رو عملا مدیریت کرد. خیال کردن که جانشینی رسول خدا، خلافت پیغمبر صرفا یک حاکمیت سیاسیه. این سرایت کرد حتی در محبان اهل بیت. قبلا هم توضیح دادیم که این مسئله حاکمیت سیاسی به اندازه خودش خیلی مهمه، ولی تقلیل نبوت و خلافت از نبوت به اون در واقع ابعاد فراوانی رو از بین برده. شما زیارت جامعه کبیره رو یه ملاحظه بفرمایید، ببینید چه اوصافی درباره امام مطرحه. خیلی کلانتر از فقط مسئله سیاسیه، خیلی کلانتر، و محدود کردنش به این هم به سیاست آسیب میزنه و زده، کما اینکه خیال کردن سیاست ورزی روش معاویه است، هم به اون، یعنی تقلیل جانشینی پیغمبر و مسئله امامت به یک موضوع سیاسی حتی سیاست اسلامی رو هم آسیب زد. مردم رو حیوان حساب میکردن. روزگار خود ما هم سیاست معمولاً همون سیاست امویست، سیاست حزبی و باندی و جناهیست. من هیچ وقت یادم نمیره که اینو با خدایا تو شاهدی که دردم میاد میگم، یه قطاری خلاصه دوچار آسیب شد، عده ای از هموطنان ما به رحمت خدا رفتن چند سال پیش. بنده به اون وزیر راه هم هیچ علاقه ای ندارم، بلکه نسبت به او شاید انزجارم داشته باشم. جناح این ور برای این که انتقام بگیرن هشتگ استعفای وزیر راه رفتن. چرا؟ چون دوتا قطار خوردن به هم. دولت هم هرچی سوراخ تو تهران بود گیر می آورد هشتگ استعفای شهردار. یعنی این دینامیت گذاشتن زیر سیاست اسلامیه. اصلا حق مهم نیست، کارآمدی و خدمت به مردم مهم نیست، قدرت که مهم. این همون مسئله است که ما تو سقیفه پتکشو خوردیم. دعوای جناحی، جناح بازی در جبهه ما، هر کس جفتک بندازه هم جبهه است. در جبهه مقابل بهتان هم شده بزنیم که طرف رو بزنیم ناکارش کن. حالا شهردار خوب بود بد بود، سابقه داشت نداشت، هرچی بود، فلان ساختمون آتیش گرفت،
هر جای دنیا بود اون فوتبال دوستا گفتش که باید استعفا میداد. بعد که قطارا خوردن به هم خفه. این اون سیاست بنی امیه است. در دوره بنی امیه هم به اسم اسلام سیاست ورزی میکردن. یکی از خطرات امروز اینه که ما به اسم اسلام داریم حکومت میکنیم. کارگزاران تو جای مختلف نظام تصور مردم رو نسبت به سیاست اسلامی دارن درست میکنن، میسازن. حالا چقدرش اسلامی رفتارها در جناح‌ها، چقدرش امویه، خدا رحم کنه به ما. اگر مناظره‌ای شکل بگیره، نامزد که من طرفدارشم ولو بهتان یه جوری بزنه که طرف مقابل رو ناکار کنه، ولو دروغ، من میگم ایول. ناحق گفته، بهتان زده. و اگه طرف مقابل راستم بگه راجع به نامزد مورد علاقه من، نمیپذیرم. اینی که عرض میکنم وقتی دین رو تقلیل دادن به صرف سیاست، سیاست هم که شاید از مهمترین ارکان دینه، چون یه وقتی من مثلا به همسایه‌مون ممکنه زورم برسه ظلم کنم یا نکنم، ولی وقتی حکومت مسئلش بشه، حکومت هم قدرت خدمتش خیلی توسعه داره. مثلا بخواد فرض کن بیخونه ها رو خونه دار کنه، من مثلا چقدر ریشم میارزه که گرو بذارم برای یه نفر، دو نفر، چند نفر، هم تو خدمت، هم خدا نکرده تو آسیب زدن، تو ظلم. وقتی یه قدرتی بخواد بیاد ظلم کنه، قابل قیاس نیست با بقیه. هم سیاست آسیب خورد با اون تقلیلی که دادن. ببینید به یزید هم میگفتن خلیفت و رسول الله، هنوزش هم در هندوستان کتاب چاپ میشه خلافت و یزید ابن معاویه. یعنی نگفتن که مثلا حکومت جرثومه فساد، که نگفتن فاسق فاجر، که نگفتن خلیفه پیغمبر. یه ده از اونا هم که من اسمشون نمیخوام ببرم به خاطر حساسیت ها، اینها از یزید پستر بودن. باز یزید بنده خدا یه نفاق کمتری از بعضیا داشت. اگر فحشایی هم میکرد رو بود. یزید قدرت بازیگریش کم بود. یه ذره بازی کرد لعنت الله علیه. میخوام بگم که ما بعضی وقتا فکر میکنیم یزید شماره یک فسق و فجوره. نه، بعضی رو نمیتونیم توضیح بدیم. تا اومد یه ذره بازی کنه، زین العابدین سلام الله علیه یه خطبه خوند، شام به هم ریخت. یزید هم ادعای نماز و روزه میکرد، ولی بعضی ها جانماز ها بکشتر از یزید بودن و اتفاقا با اون سیاست ضربه به دین زدن. دین اگر جامع دیده نشه، به اسم اسلام ظلم تئوریک صورت میگیره، اسلامیزه هم میشه. و خیلی آقا از اول ماه مبارک در این روایت امام صادق سلام الله علیه که چند تام روایت توش هست، هنوز گیجم، اعتراف میکنم. امام صادق فرمود انما، این انما علامت انحساره. علی علیه السلام بلغ ما بلغ عند رسول الله، فقط به خاطر این پیش پیغمبر این مقام پیدا کرد، نه چیز دیگه. حالا معصوم میخواد حرف بزنه، قیراطی مثل من نیست کلمات دستش در بره پس و پیش کنه، فقط این دوتا. حالا شما هر جور میخوای اینو سنباده بزن، بگو این انما اینجا تأکیده، فرق نمیکنه. صدق الحدیث و اداء الامانه. بعد تو کافیه شریف باب، همین باب رو نگاه کنید،
چند تا روایت پس و پیشش میفرماد هیچ نبیی به نبوت نرسید الا به صدق الحدیث و ادای الامانه. صدق حدیث کجاست جاش؟ بعد پیغمبر در روایت دیگر می فرماید یا علی علیکه به صدق الحدیث. این دیگه کمر من شکست. یه وقتی من عرض می کردم که یا امیر المومنین ادا امانتم اون یکیش دیگه امین الله فی ارزه السلام علیکه یا امین الله فی ارزه. بعد پیغمبر اکرم دست فاطمه زهرا رو تو دست امیر المومنین گذاشت فرمود که یا علی هاذهی ودیعه فحفظها به امین الله فی ارزه. فرمود این ودیعه صاحب حواست رو جمع کن. حالا اصلا مقام امیرالمومنین نزد پیغمبر برای همین صدق حدیث و ادا امانه است. بعد اینجا می فرمود یا علی علیک به صدق الحدیث. چقدر مهمه این؟ این رو یکوری یه بودی نصفه که بگیریم کجاست؟ من به خودم کار دارم. من اگر برای بچه‌م خواستگاری بیاد، برای خواهرم، یا بخوام یکی استخدام کنیم، توی گزینه‌هامون صدق حدیث کجاست؟ برای چی پیغمبر می‌فرماد که امام صادق می‌فرماد نزد پیغمبر صدق حدیث مهم بود؟ و رفتار اهل بیت سلام الله علیه اجمعین که وقتی فضای جامعه به اندازه کافی سیاست زده شد در دوره بنی امیه، همه هم به اسم اسلام بود، همش داخل پرانتز عرض کنم از اول اسلام تا حالا هر حکومتی بر کشورهای اسلامی بوده جز چند کشور تو 30-40 سال اخیر همه میگفتن ما اسلامی هستیم. اینم به شما بگم همه از اون قبلی ها یاد گرفتن. حالا چند تاش راست میگن، چند تاش نه، راستگوها کمن همیشه. امام سجاد علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، یه بحثش اینه که بگیم خیلی محدود کردن اهل بیت رو. درست هم هست، واقعا محدود کرده بودن اهل بیت رو بسیار زیاد. اما خودمون باشیم واقعا ما بعضی از رفتارهای اهل بیت رو انجام میدادیم یا نمیدادیم؟ هرچی فکر کنیم پیش خودمون بگیم واقعا ما تو منطقه خودمون، تو محله خودمون، بگیم توی جایی که شیعیان نیستن، این چه منطقیه که سه دفعه اموالمون رو تو راه خدا همه رو بدیم به اینا که اصلا به ما از نظر ما ارتباطی ندارن؟ تو چه فضایی بودن اهل بیت؟ اینقدر ذهنها رو معطوف کرده بودن به یک مسئله. و بعد وقتی شما یکی رو بولد میکنی بقیه دین رو کنار میگذاره برای رسیدن به قدرت، چون میشه اصل، همه چیز رو فدا میکنه. و بعد همینا همین رفیقای امیرالمومنین خوبا میان به امیرالمومنین میگن بابا یه ذره سیبیل اینا رو چرب کن. یعنی عوض این که بگن اون معاویه است، و امیرالمومنین یه عده که بی تربیتن میگن ارزه نداره، یه عده هم که رفیقن میان پیشنهاد میدن از این کارا تو هم بکن. از مالک، اینا خوبن و اینا دلسوزن، نگاه میکنن میبینن که ریزش داره اتفاق میفته، میخرن اینا رو، شبونه در میرن، میرن سمت معاویه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه.
الان چطور بعضی کشورهای هم مرز ما محل تمهید پناهندگیه؟ میرن اونجا یه چند سال تا پناهندگی جور کنن. هستن دیگه اطراف ما، هستن یک دو تا کشور. رقه میشه محل تمهید پناهندگی، میرفتن رقه فوش به امیرالمومنین میدادن، الان اینجا یه جفتکای باید بدن از طرف بالاخره که پناهندگی بهش بدن دیگه. تا به شام اینها رو بپذیرن. لحجشون میگرفت خوبا، حتی خود امیرالمومنین سلام علیه گله کردن. تلخه ها، واقعا تلخه. امیرالمومنین یه پدر بی نظیر که هست رو در نظر بگیرید، بچهش ازش فرار کنه بره پیش معاویه. اینا فرزندان امیرالمومنین هم دیگه. و عاقبت این چی میشه؟ بعد میان میگن آه خب اون پول میده دیگه، سیبیلا رو چرب کن. این سیبیلا رو چرب کن یعنی چی؟ قدرت رو حفظ کن، چون این اصله، اصل اینه. وقتی اصل بشه این، خب دیگه وسائلش رو توجیه میکنه از هر وسیله‌ای. آدم ها رو بخریم، با دروغ آدم ها رو ضایع کنیم، یهو یه نفر رو بزنیم از نظر حیثیت و اعتبار تو افکار عمومی، چون این قدرت مهمه دیگه، این مهمه. و تقریبا همه یارای امیرالمومنین هم میان اینو بهش میگن، این راهکار همینه، راهکار این راهکار معاویه است. بعد حضرت میفرماد که انی لا ارید و اصلاحکم به فساد نفسی. ای پس یه چیزی دیگه مهمتر از قدرت، فرمان من نمیخوام با فاسد کردن خودم، با گناه شما را اصلاح کنم. یعنی چی شما را اصلاح کنم؟ این حکومت امیرالمومنین که قوی باشه امنیت بیشتر هست. وقتی قوی باشه ساختار اجتماعی، روابط اجتماعی، مسائل فرهنگی، درگیری اونا که بیشتره، درگیری کمتره، اداره راحتتره. من لا ارید و اصلاح کنم. خدا وکیلی ما به خودمون مراجعه کنیم ببینیم ما اینطوری هستیم یا نه که شیعان امیرالمومنین. خدا وکیلی ما دوز توی کاروان سیاسی که بهش علاقه مندیم پیدا بشه، با اینکه تو سب رقیب پیدا بشه، یکسان است این عملمون یا نه؟ من که هرچی نگاه میکنم میبینم اگر ما امروز امیرالمومنین رو داشتیم نمیپذیرفتیمش، متهمش به بیدرایتی، بیکفایتی اینا میکردیم. سعید ابن عاص رو در مکه دید، سعید ابن عاص با اون همه جنایات. مروان قدرت هم داشت، میتونستم محاکمه کنه. واضح هم که از امیرالمومنین سلام الله علیه قرار بود جای پارتی بازی بخواد بکنه برای داداشش میکرد. یعنی این از اون چیزاییست که واقعا اگه آدم بهش فکر کنه وجودش همه یک پارچه آتیش میشه، که برادر امیرالمومنین رفته بشه معاویه، رفته پناهنده شده دیگه. بعد درست برگشت های رفته بالاخره. اگر برای امیرالمومنین حکومت وسیله احقاق حق نبود، حتما خیلی کار رو میکرد. مثلا یکی از نقاط افتراق بین مسیر دستگاه سقیفه با این اینه. اونجا وقتی رفتن گفتن به خلیفه اول که خالد خیلی داره جنایت میکنه، اینقدر آشور شد که خلیفه دوم جزو معترضا بود. گفت من شمشیری از شمشیرهای خدا رو که داره خدمت به اسلام میکنه نمیتونم در نیام کنم، یعنی بکنم تو غلاف، دست باشو ببندم، محدودش کنم، جزو ذخایر نظامه.
یه مدل اینه که فکر کنم این خیلی رایج تره بین ما. یکی هم امیرالمومنین تاریخ رو نگاه کنید، به دامادش، به دخترش، به برادرش رحم نکرده اون جایی که حق مطرح بوده، چون حقه که رجحان داره نه قدرت. اگر قدرت فقط رجحان داشت 13 سال پیش با یه جمله مصلحت آمیز حکومت رو تحویل میگرفت. من که خیال میکنم اگر 13 سال پیشش بعد از ترور خلیفه دوم حضرت میپذیرفت به سیره اون دو نفر عمل کنه، حاضر بودن همه براش نوکری هم بکنن که تایید کنه. یه جمله میتونست مصلحت آمیز بگه. از اینا که ما کیلو کیلو، بنده از اون کسایی که طرفدار مصلحت هم سر جاشه، اینا مصلحت نیست، اینا اسمش مصلحت. مصلحت اگر مصلحت اسلام و مسلمین باشه انجامش واجبه، ولی اینا که مصلحت نیست، نپذیرفت. پس معلومه اصل برای امیرالمومنین قدرت سیاسی نبود. قدرت سیاسی وسیله مهم، بلکه مهمترین وسیله برای رسیدن به هدفش بود که احقاق حق بود. فرمود به ابن عباس قدرت دستت اومده، فلا یکون حزو که حز خودت رو قرار نده در چی مالن تستفیده و غیظن تشتفیه. مالی که به دست بیاری یا حالا که زور داری سر یکی خالی کنی. اگر اصل قدرت باشه، اولین چیزی که باید سرشو برید اخلاقه. بعد اول زیرا به اینو بزنی از دستش راحت چی؟ شما همش دستپاتو میبنده، نمیذاره آب خوش گلود بره پایین، نمیذاره اعمال قدرت کنی. برای امیرالمومنین هدایته که مسئله است و مهمترین وسیله هم حکومته. تلاش هم میکنه. حکومت امیرالمومنین هم گرفتن که از زهرا شهید شد. نیست که من بگم حکومت و سیاست مهم نیست، وگرنه امامت امیرالمومنین که نمیتونستن بگیرن. امامت یه امر وجودیه، باطنیه، یه مقام اندلاهیه، یه قدرت تکوینیه که در ولی مطلق خداوند افاضه میکنه. اینی که نمیتونن بگیرن، نمیتونستن جلوی بینایی چشم امیرالمومنین که ینظر به نور الله اینو سد کنن. که چی سد کنه؟ با چی بگیرن جلوشو؟ اینی که نمیتونستن بگیرن. علمشو که نمیتونستن به جهل تبدیل کنن. قربشو به خدا که نمیتونستن به بعد تبدیل کنن. پس امامتشو نمیتونستن دست بزنن. همه دعوای سقیفه سر حکومته. با حکومت سعی کردن کمر اسلامو بشکنن. پس خیلی حکومت مهمه، ولی حکومت وسیله است، اصل نیست. مهمترین وسیله است، اصل نیست. چیو فدای چی باید کرد؟ لذا وقتی اهل بیت دیدن حکومت اسلامی مدعی دست معاویه و یزید و امثال اینا افتاده، عرض کردم بعضیا به مراتب از اینها مفسدتر بودن، منتها ظاهر بهتر از اینا حفظ میکردن. اینا دیگه پتشون خیلی رو بود، یعنی دشمنه شماره یک اسلام بودن، نفاقشون کمتر بود، کمرنگتر بود، راحتتر بود. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اول کاری که شروع کردن این بود که شما اگر زندگی حضرت سجاد و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و در 19 سال، یعنی دو تا 6 ماه از دو امام دوم و سوم کم میکنم و 34 سال دوران امامت حضرت سجاد، قریب به 52-53 سال زندگی این سه امام بزرگوار رو برصد کنی، کربلاشو در آوردم با 6 ماه حکومت امام حسن، شما یه امامی میبینی که بروزش، نمیخوام بگم کار سیاسی نمیکرده، یه جایی توضیح دادم، ولی تک و توکه،
به تعداد هر سال یه مورد نمیتونم براتون بگم، یعنی 53 سال امامت 53 تا کار بزرگ سیاسی نمیتونم به شما بگم. نه مهم نیستا، امام نگاه میکنه میبینه قدرت و سیاست اسلامی دست کسانی افتاده به اسم اسلام خیلی غلط ها میکنن. زندگی سه امام ما یه زندگی عجیب اخلاقیه. قدرت همونجوری که دیشب عرض کردیم هر خیلی ممکنه آفت داشته باشه، قدرت آفت داره. امکان ظلمش زیاده. امیرالمومنین به یاراش به زیاد ابن ابی فرمود که لزومی نداره حالا حضرت توقع نداره یارانش مثل خودش به مردم نون و گوشت بده، نون گندم خودش نون جو بخوره، آرد علک نشده، تازه جوی علک نشده که دست خیبر شکن. آقا اینا یا قصه افسانه دروغ به ما گفتن، یا اونی که تو یه روز 500 نفر رو تو صفین انداخت و ازش فرار میکردن با دست مبارکش چند بار خواست نونو بشکونه زد به زانوش. آخه نقل شده دیگه. یا قلوف کردن، حضرت که توقع نداشت کارگزارانش اینجوری زندگی کنن. انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی، من کمک کنید به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اما زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی هم که جزء کارگزاران درجه یک حضرت نیست که، عمار که نیست، فرمود که لزومی نداره تو هر وعدم غذای خوب بخور، یه وقتای نون خالی بخور. خیلی عجیبه واقعا. اگه حضرت به کارگزاری مثل زیاد ابن ابی میفرماد یه وقتای نون خالی بخور، یعنی میشه به همه مسئولین جمهوری اسلامی گفتیش یه وقتای نون خالی بخور. چون اگه بگه امیرالمومنین میگن ما رو امیرالمومنین قیاس نگو، راست هم میگن لا یقاسو به آل محمد احد، کسی نمیشه به اهل بیت مقایسه کرد. خودش هم فرمود نمیتونید مثل من باشید. اما اینو خودش به زیاد ابن ابی فرموده. زیاد ابن ابی هم که عمار و مالک نیست، سطحش پایینه. سهل ابن حنیف نیست، ابو ایوب انصاری نیست، ابو رافع نیست، سعید ابن قیس همدانی نیست، شاگرد درجه یک تراک نیست، زیاد ابن ابیه. بعدن هم که اینقدر جنایتکار شد، افت کرد و ریزش کرد و چی شد. حضرت بهش میفرماد که یه وقت داری نون خالی بخور. هر وعده تو، حالا اصلا این حرفا رو فرض کنید، این حرفا رو میشد رفت با بنی امیه مطرح کرد بلا تشبیه؟ این حرفا رو میشه امروز با کارگزاران ما مطرح کرد بلا تشبیه؟ گفتم که کسی با بنی امیه مقایسه شون نکنه. وقتی یه چیزایی رو اصل کنیم، اصل از بین بره، به کی؟ با آدمی که چند صد میلیارد خونشه تو نقطه شمال شهر بگیم یه وقتایی نون خالی بخور؟ مال یک جناح هم نیست الحمدلله، در این زمینه وفاق هست. همه جناها اونجا همسایه هم با هم، عبسی هم میرن میان. مختص به یه گروه هم نیست. اصلا جرأت میکنه کسی این حرف رو بزنه دیگه؟ جز شرایط نامزد اینا دیده بشه مثلا. خیلی تعجب نکنید وقتی اصول به مرور فراموش بشه همینطوری میشه. حالا یه سوزن به خودمون بزنیم بعد یه جوالوز به کارگزارا. اگر الان امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود که خب مخاطبان ایت عبدالله هر شب مولا قضایه شبایی هم نون خالی بخورید شما،
نه یا مالت بالاخره کارگزارا از کجا میان؟ کسی جرئت میکنه الان یه منبر این حرفو بزنه؟ همین الان حرف من اگه فرض کنین این حرفی که من به شما زدم و تختی کنن پخش کنن که شما تو فضای جلسه هستید فهمیدید دقیقا من دارم چی میگم. من نخواستم بگم الان فردا همه باید نون خالی بخورید، که همین بسه برای که من پرچم بشم. قبول داری؟ شروع کنن به فحش دادن این نمیدونم از کجا گرفته بود. اصلا از بیخ فاصله گرفتیم. چرا؟ چون اصول رو فراموش کردیم. همین انقلاب که امروز ما یه جاهای واقعا جگرمون میسوزه از اینکه از بعضی اصول فاصله گرفته. 40 سال پیش هم اینطوری بود؟ 40 سال پیش نمیشد به سرداران سپاه گفت یه روزای نون خالی بخورید؟ میشد گفت. نمیشد؟ میشد. پول میذاشتن رو میز، روشون نمیشده وردارن. به قدر نیاز وردارید. کم ور می داشتن، به اقل ور می داشتن. بقیه هم همینطور. شهید عجایی رحمت الله خیلی فرصت نداشت. البته تو اون فضا زندگیشو نگاه کن بپرس. امروز اگه یه نفر بگه من میخوام اونجوری زندگی کنم، از بس بازیگری زیاده یا متهم به بازیگری میشه یا متهم به پوپولیس. حقم دارم، بس که از اینا زیاده این دروغا. شدیم مثل چی؟ شدیم مثل همون بند جی برا که من درس کردم خدمت. وقتی امام حسن از کوفه تشریف میبره مدینه، یه زندگی دیگری درست میکنه. شما میرفتی پیش امام حسن یا پیش امام حسین یا پیش سید الساجدین؟ سید الساجدین هم سلام الله علیه گفتن آقا هی گریه میکرده، گریه میکرده تو خونه، ولی اینجوری نبوده با مردم همش گریه کنه. بعضی وقت آدم بعضی حرفا رو بزنه میترسه فوش بدن مردم تو محرمزون گناه کنن. نمیگه بله 34 سال گریه میکرد، ولی زندگی عادیش این که مثلا میگن لبخند به لب نبود. در مورد این سه امام بزرگوار خوشرو نبود، خوشرفتار نبود، نگفتن. هر جا میرفت همه میزدن زیر گریه. نه بابا اینطوری نبود. غم تو دلش بود، هیچ وقت هم فراموش نکرد، چون انسان امام اصلا فراموشی نداره. میدیدن که نقطه اصلی رو که زده، ببینید خطر بزرگ سقیفه اینجاست. اینو بگم وارد توسل بشن. خطر اصلی سقیفه اینجا بود که اگر پرچم کفر می اومد بعد از پیغمبر، یا مفتن آقا اشغال شدیم مثلا، یه وقتی شوروی این مسلمونای جنوب خودشو پدرشون رو در می آورد مدت ها، و اینا هم بعد از 40-50 سال که آزاد شدن، خیلی هاشون اولیات اسلام هم نمیدونستن. غسل نمیدونستن چیه. وضو نمیدونستن چیه. هنوزش هم فشارن. هنوز هم تو خیلی از این کشورهای شمال ما، از آن که میگن نیروی نظامی میاد جلو در مسجد، اجتماع 3 نفر به بالا ممنوعه، تو هم کشور شمال ما هم هیچ، نه حقوق بشر هم صداش در میاد، نه هیچی. همین شمال خودمون. شمال کشورمون منظورمه، بیرون از ایران. جلو در مسجد وای میستن، دقائقی از اقامه نماز که بلافاصله بعد از اذان تموم میشه، درو نیروی نظامی میبنده میر. خب تو این شرایط درسته که یه عده خیلی تو جهلن، ولی میفهمن فلان اشغالیم، منتظر روز نجات. اما اگر اسمشو بذارن سیاست اسلامی، خلیفت الرسول، خلیفت الله، حضرت معاویه ابن ابی سفیان، نماز میخونه اول وقت، جماعت، خطبه جمعه و عید قربان و عید فطر، زکات
یه مجموعه‌ای داره جبات زکات، میونن زکات جمع میکنن، رجوعاتشون رو مردم پرداخت میکنن، ذمه‌شون بری بشه، خدا قبول کنه. شغلم تا دلت بخواد هست، نیروهای نظامی میرن جهاد فی سبیل الله، دعوت به اسلام کنن بقیه رو. هم داره توسعه پیدا میکنه سرزمین اسلامی به اسم اسلام. و این اگر عادت بشه، همجور که عرض کردم، میان به امیرالمومنین میگن تو چرا مثل موبین کار نمی کنی؟ زرنگ بلده. مثالش اینه که توی مناظرات بگن فلانی ارزه نداره، زبوندار نیست، چهار تا بندازه طرف رو له کنه. شما با گوشت و پوستتون در مناظرات در 15 سال اخیر دیدید لزومن اونی که چارواداری حرف میزنه و تیکه سنگینتر و اتهام بزرگتر لزومن محق نیست. ولی وقتی شما این زمینه بازی رو تعریف کنی، بی ارزش میشه امیرالمومنین. گناه نمی کنه. وقتی گناه و ارزه حساب کنی، امیرالمومنین میشه بی ارزه. اینقدر میگن که امام هادی 200 سال بعد میفرماد خدا لعنت کنه کسانی که تو گفتن ارزه نداری، کار آمدی نداری. چون تو بند جیبورا رئیس من کیه؟ شادوزه است. این ارزه نداره که. اون ببین یه جوری میزنه نفهمی از کجا زده. این زبله. این میشه اصلا. تو اون شرایط شما نگاه میکنی رفتار عبادت فردی، سلوک اجتماعی، دستگیری، امام به عیادت مخالفین میره. ولید ابن عقبه، نمیدونم چقدر میشناسیدش، همونی که نماز صبح مس بود و چهار رکعت خون، همونی که تو صفین یه در جمع کرد فحش نعوذ بالله و امیرالمومنین میدادن، نمیتونم بگم. این مریض شد، امام حسن هم رفت عیادت این تو مدینه. شما نمیخواید چجوری تعب این با دینداری ما میخونه؟ انصافاً اگر یه مرجع تقلید امروز بره به زیارت به عیادت ولید ابن عقبه، هر کی که هست یکی شبیه ولید ابن عقبه، پرچم نمیشه بین ما حزب الله یا میشه؟ میشه، قطعا میشه. این که من چند وقت عرض میکنم مهمترین وسیله احقاق حق سیاسته و مهمترین خطر و آفتش سیاست زدگی. اصلا همه دنبال من سیاست زدگی رو از بین ببرن. حالا فکر کردید مثلا امام حسن علیه السلام رفت عیادت ولید ابن عقبه، اونم مثلا گریه کرد؟ نه، این خیلی سوختگی پدرش بالا بود یا سوختگی پدرانش. گفتش که من از همه گناهانم استغفار میکنم الا جنگی که با پدر تو کردم. یعنی کوتاه هم نمیمه تو هم جلسه عیادتم گفت من با بابای تو جنگیدم، فوش دادم، خوب کردم، این یکی رو استغفار نمی کنم، هرچی شراب خوردم استغفار میکنم. این درست بوده. آه برای چی رفتی عیادت آخه؟ زین العابدین سلام الله علیه میره عیادت پسر طلحه. آه یه ذرم بصیرت سیاسی داداش. الان اگه بود انصافاً اگه مرجعی بود بلا فاصله به بی‌بصیرتی متهم نمی‌شد. بگم من البته اگر کسی طاغوت رو تقویت کند من بی‌بصیرت ها. اشتباه برداشت نشه. اما اینی که ما با یه نفر می‌جنگیم اما اگر بیمار بشه بهش رحم کنیم، اگر فقیر شد نون شب نداشتن زن و بچهش افتارمون تغییر کنه، اگه یه جای گرفتار شد آبروش تو خطر بود، این که فقط یه مورد دو مورد نیست، من تا چند روز تو حافظم، همین هایی که تو حافظم هست به شما بگم تا ائمه پایانی شما برید حل کنید که برای اینکه متوکل مریض شده امام هادی و مادر متوکل بهش متوسل شده دعا کرده متوکل خوب شده، چجوری تحلیل میکنید؟
اونی که برای امام مسئله است هدایته و حکومت رو مهمترین وسیله میبینه. براش اصل حکومت نیست که براش هر کاری بکنه، هدایت براش مسئله است. هر تلاشی میکنه که حکومت رو بگیره که تو هدایت موفق تر باشه. آدم های بیشتری نشدم نشد. ما اگر میبینیم تو منازعات سیاسی به راحتی دروغ گفته میشه، برای اینکه قدرت برامون اصل میشه نه هدایت. حفظ قدرت اصل میشه نه هدایت. بر همین این حرف امیرالمومنین انصافا ما هم قبول، عملا قبول نداریم که انی لا اورید و اصلاحکم به فساد نفسی. نه، اگر یه چیزی پیدا کنیم رقیب سیاسی من در خفای خودش یه خانمی رو صیغه کرده، جناهای مختلف هم تو دستگاه اطلاعاتی امنیتی همه دست دارن، اینا رو نگه می‌دارن روز مبادا، ها حتی هم می‌ریزن رو آب، چون یه چیز دیگه اصله. برای امیرالمومنین اینجوری نیست، برای امام حسن و امام حسین و امام سجاد اینطوری نیست. یادت پسر طلحه، پسر اسامه، میگه موسی بن جعفر رو دیدم به هارون در سیاه چال، هر چه دعا کرد ندیدم به شما هم بد و بیرا بگی. ما هی باید اینا رو دفع شبه کنیم. اما هی بفهمم من که امام آمده عالم رو بالا ببره. تعالو قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم، اومده دست دراز میکنه ما رو بکشه ببره بالا. در مقام هدایت، نه در مقام منازعه سیاسی. گاهی امیرالمومنین تو منازعه سیاسی تند صحبت میکنه، ولی اونجایی که میخواد هدایت کنه نه، نرمه. نگاه کنید، معاویه رو دعوت به تقوا کرده امیرالمومنین، بله اونجایی که او تند صحبت کرده حضرت هم پاسخ تند داده، اینو انکار نمیکنه. حضرت هیچ وقت قدرتش کم نمیشه، بله، مگر اینکه یه جایی ببینه که تقوا آسیب میخوره. قبل از اینکه ائمه ما، اینو بگم که سر بحث فردا باشه، قبل از اینکه ائمه ما علیهم صلوات الله بخوان امامت رو برای مردم معنا کنن، برای مردمی که وقتی ائمه ما از حکومت دور شدن ابتدای امر مراجعات دینیشون هم قطع شد، یا خفتن دیگه امام نیست که انه حاکم نیست، انگار امام نیست، شروع کردن به روایت کردن، قبلش یه سلوک اخلاقی از اینها نوشته شده. برید شما کلماتی که راجب زین العابدین سلام الله علیه غیر شیعیان در همون عصر هم عصران حضرت نوشتن رو ببینید. بزرگترین تابعی در تاریخ اسلام سعید ابن مسیبه، میگن از این برتر در تو اصحاب بحث افضل کیه، در تابعین میگن افضل کیه، سعید ابن مسیب. سعید ابن مسیب میگه ما رأیت علی ابن الحسین قط الا و مقت نفسی، هیچ وقت علی ابن الحسین رو ندیدم الا اینکه به خودم گفتم خاک بر سرت، اون اگه آدم و عبد تو کی هستی. و از این روایات فراوانه. امامو نمیتونستن پشت سرش نماز بخونن، اینقدر در محدودیت بود زین العابدین. ولی همونا که اصلا از جهت دینی امامو امام نمیدونستن، عبادت امامو تماشا میکردن، همراهش گریه میکردن. خدا انشالله
رو یه جوری تربیت کنه که روزی که امام زمان رو دیدیم بتونیم به صورتش نگاه کنیم، شرمنده روی مبارکش نباشیم. امام زمینه توفیق ایجاد میکنه، حتی برای طاووس یمانی غیر شیعه. این بین میشه از جانب امام نباشه. فیض در این عالم به برکت اهل بیت. میگه من هر وقت احساس کدورت میکردم در خودم، من خیلی هر وقت این روایت رو زیاد گفتم، هر وقت میگم خیلی به حال خودم دلم میسوزه. طاووس فقیه سنی، هر وقت احساس کدورت میکردم، قلبم احساس میکردم سنگین شد، میرفتم مدینه، تو مدینه میرفتم مسجد پیغمبر، نماز علی ابن الحسین رو نگاه میکردم، منم حس میکردم دلم میخواد توبه کنم، استغفار میکردم. او گریه میکرد و منم گریه میکردم. او ابکی لسؤال منکرن و نکیرن میگفت، منم با او زار میزدم. ما خیلی محرومیم. این زندگی ظاهر امام بود، زندگی باطنم که زمینه توفیق از امامه، امامه که توفیق ایجاد میکنه. کم کم مقدمه بشه میخوام برم تو روزه. ما خداوند درون وجودمون سربازهای شیطانی و رحمانی قرار داده، اینا با هم دائم در جنگن. اگه من سالم باشم دائم تو جنگن. شهوات به یه سمت منو میکشن، قوای عقلم منو به یه سمت میکشن. چرا من این منازعه رو خودم عرض میکنم، جسارت به شما نباشه، چرا من این منازعه رو نمیفهمم؟ چون من همش شکست خوردم. مچ که شما میندازی وقتی همزور باشن یا 60-40 باشه یه رقابتی شکل میگیره، توقفی تا یکی بخوابونه، این آدم حس میکنه خستم میشن. اما اگر 100 به هیچ باشه، شما که متوجه نمیشی که خوابیده این مچ دیگه، احساس تعارض آدم نمیکنه دیگه. 1000 به هیچ باشه، 100,000 به هیچ باشه، نفس که شهوت پرست میشه، من اصلا متوجه نمیشم کی گناه میکنم. قوای نگهدارنده من آسیب میخوره. نگاه کردنی حرام پیش بیاد چشمم میره، شنیدنی حرام گوشم میره، ضربه حرام دستم میره، مسیر حرام پام میره. اصلا تو رفتن فکر نمی کنم برم یا نرم، میرم، میشنوم، میبینم. آدم حسابی ها انشاءالله مثل شما یا موفقن از اول یا یه نزاعی درونشون رخ میده. مثل اینکه ما هم تو بعضی کارا، مثلا تو قتل ما اینطوریم. حالا من هر جوری بیچارم، خدا نکرده قتل بخواد پیش بیاد، چرا این جنود میفهمم درونم دعوا صورت گرفت. به بعضی گناهان مثلا شاید من نسبت به شرابخوری اینطوری باشم که خدا اینه کرده اگه برام پیش بیاد درونم حس میکنم مقابله ای صورت میگیره. اما به بعضی گناه ها که کم نیست سقوط میکنم، اصلا نمیفهمم کی. یکی از کارهایی که امام میکنه اینی که زمینه ایجاد میکنه که قوای عقل ما زورش زیاد بشه مقاومت کنه. اینو برای این گفتم که اولا هر وقت صحنه گناه براتون پیش اومد و خدا کمکتون کرد و توفیق پیدا کردید، از امام زمان تشکر کنید. او بوده که نگه داشته. یا یه زمینه ای درست میکنه که شما رو تقویت کنه، یه فرصتی ایجاد میکنه که شما یه چیزی کسب کنید که قوای عقلتون تقویت بشه. این امام حاضر و غایب نداره، این از برکات امامه که همیشه از زندان باشه موسی بن جعفر این برکتش به عالم میرسه، در غیبت باشه حضرت ولی از این برکتش به ما میرسه.
و برای همین هم هست که ما اگر گناه کنیم هم از خدا باید عذرخواهی کنیم، هم از امام زمان. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. هر چه تو منو نگه داشتی من افسار پاره بودم. خب بس، این مقدمه بس. در کربلا یه شخصیتی که کارمند بنی امیه است، سردار عبیدالله زیاده، زمینه های خوب هم داشته، بالاخره شون امام اون 30,000 نفر رو خلاصه اختیارشون حفظ میشه در هدایت. وقتی اومد کربلا حضرت فرمود برای جنگ با ما، با علیه مایی یا با مایی، با ما می جنگی یا همراه مایی؟ گفت علیه شما، من به فرمان امیر عبیدالله اومدم. حضرت به اینا آب دادن، به اسباشون آب دادن، با دست مبارک خودش به این سربازا آب داد. بالاخره اگه یکی یه زمینه یه هدایتی داره اینو باید بفهمه. ما بودیم چه کار میکردیم؟ به لشکر عدو خودمون میرفتیم آب بدیم. این ادامه همون عرض قبل همه. بعد گفت آقا نماز بخونیم. گفتش که شما نمازتونو بخونید ما هم نماز بخونیم. هر اینجا یه قدم اومد جلو، گفت نه ما پشت سر شما نماز میخونیم. بقیه اینطور نبودن، بقیه سید الشهدا خارج از دین نعوذ بالله میدونستن. یه پوانی ثبت شد، نماز رو خوندن و گفت ولی اجازه نمیدم، به ما گفته سخت بگیر، شما رو میبرم تو بیابون تا دستور بعدی برسه، جایی که سبزی و اینا باشه، نزدیک آب باشه اجازه نمیدم. خلاصه ناموس سید الشهدا رو بیابانگرد کرد. او هر چه چموشی کرد سید الشهدا داشت اونو رصد میکرد ببینه کجا میتونه او رو برگردونه. هر شکست خورده قوای شیطانی خودشه. امام صراف وجوده، یکی از کارهای امام اینه که نگاه میکنه کجا اگه ما رو راحتتر متقویت میشیم. برای همین گفتن اگر ببینید به کدوم یکی از مکارم اخلاق راحت تر شما انجام می، مثلا راحت میتونی انفاق کنی اینو از دست نده، کظم غیظ راحت میتونی فعلا اینو از دست نده، این یه وسیله است، بالاخره باید یه بهانه پیدا بشون. امام حکیمه. تا روز ورود به کربلا و اینکه امام مجبور کرد در جای نامناسب فرود بیاد و امس اون موقع ها، حضرت یه زمینه برای این در کارنامه عملش هیچی نیست، نوکری بنی امیه است. وقتی مانع شد نمیذاش حضرت حرکت کنه و کاروانش، حضرت به او فرمود که سکلت که امک، مادرت به ازاد بنشینه. زمینه بود، هر اومد جواب بده. گفت اگر مادرت فاطمه زهرا نبود من پاسخ میدادم. زمینه توفیق و امام فراهم کرد، جدا شدن. هفتم محرم شد، آب و بستن. اون دید عجب، اینطور جانی نبود هیچ وقت، اون کاروان زن و بچه داره. آب بستن، ستای العتش می اومد. روز نهم شد، یومون قد حوصر فیح الحسین و اصحابو، آقا محاصره شد. این دید پسر پیغمبر اینجوری کشته خواهد شد. بعد حالا شما نگاه کن اینجا رو، اینجوری باز تحلیل کرد. بعد دیدن که این مارگزیده به خودش میپیچه، گفتن چیه بابا تو مرد جنگی ترسو نبودی؟ گفت خدا بین بهشت و جهنم میبینم. خب این همه کار قبلا که مقابل پسر پیغمبر وایسادی تو بیابون بر، چطور خودتو بین بهشت و جهنم ندیدی؟ چون همیشه آدم جنود شیطانیش قوی تره، آدم های معمولی میخوره زمین. اینجا حس تعارض کرد به برکت زهرای ازهر. این طرف اگر بود پیروزی، غنیمت، منصب مهم نیست اینا. هی
سرگردان شد. خدا روزی کنه ما هم برای اطاعت خدا اینجوری مضطرب بشیم. یه کار بزرگی کرده. شما انشالله مناجات شعبانی خونید. الهی امکان قدن و اجلی ولم یدننی الیک عملی. خدا اگه مرگم داره میرسه و هیچ عملی ندارم، فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی. اقرار کار کوچیکی نیست، خجالت داره، شرم داره. این ون آقای خودش بود، فرمانده لشکر، اما برکت حضرت زهرا و زمینه توفیق سید الشهدا باعث شد این تو منابع متأخره که کفش به گردنش انداخت، آسمون رو نگاه میکرد. اللهم انی ارعبت قلوب احبائک. خدایا من دل عزیزان تو رو لرزوندم. اصلا ممکنه من اگر برم اونجا منو بکشه بزنم حق داره. ناامید، امیدوار به رحمت خدا ولی ناامید از این که آقای عالم رو ببخشه. من همیشه گفتم هر به همه ما حق داره، برای اینکه پرده ای از روی رأفت امام برداشت که ما هم امید داریم یه روز امام زمان رو غرق گناه دیدیم بگیم السلام علیک یا بقیت الله هل لی من توبه. او این پرده رو با خجالتی که کشید برداشت، رفت محضر سید الشهدا، السلام علیک یا ابا عبدالله هل لی من توبه. مظهر سریع الرضا فرمود نعم یتوب الله علیک. از همون موقعی که سر شکست به سمت ما اومدی خدا تو رو بخشید. انزل، خوش آمدی، ارفع رأسک، سر تو بالا کن. یا صاحب از زمان، ما هم سر به زیر روسیاهیم امشب. هر شهیدی میخواست بره میدان پدرشو در میورد حضرت، تا مطمئن نمیشد این لایق، زجه نمیزد، جبگیر نشده. تنها کسی رو که من دیدم غیر از پسرش زود فرستاد میدان او بود، او رو فرستاد میدان، نبردی کرد و جهادی کرد و تمسخرش کردن، هلهله کردن. شهدا میخواستن لحظه آخرشون زمین میافتادن سلام میکردن. من ندیدم توی مدنها که هرد روش شده باشه، چون سلام کردن باید امام خودشو به خطر مینداخت، میرم وسط میدان سرش رو خاک بود، آقا خودش رسون بالا سر او. برا تنها شهیدی که تو کربلا مدداهی کرده اوه، فدای وفاد یا عباد. آقا تا رفت بالا سرش او رو دید غرق تیره، شروع کرد برای شعر خوندن لنعم الحر حر رو بنی ریاهی، لنعم الحر مختلف الرماهی. به 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 حری که غرق تیر شده. آقا حر رو آورد در خیمه شهدا که قرار داد، یه جمله ای گفته، من یک سال خدا میدونه مبهوت این جمله. من جمله آخرم باشه، شما رو انشالله عزیزان شما رو هر جا خواستن میبرن، منم التماس دعا دارم. خدا میدونه امام زمان همون قدرت رو برای تغییر ما داره. حری که تا دو ساعت چند ساعت پیش کجا بود؟ آقا وقتی بدن او رو توی خیمه شهدا گذاشت یه نگاهی کرد، فهمید قتلا مثل قتل النبیین، گناهکار اومدی ولی مثل انبیا رفتی. خدایا اگر حر به حضرت زهرا سلام الله علیها بی ادبی نکرد، ما با همه وجود حبیبه تو رو دوست داریم.